مثلا در اول بهار یکی از عیدهای مقدس روز مادر را جشن میگیریم. مادر رمز محبت، زیبایی و مهربانی است. در حیات سیاسی کشور نیز زنان و بانوان خیلی فعالند. مادر مثل زمین تنها و یکتا. بزرگداشت روز مادر در قلمرو کشور از توجه پیوسته دولت حکومت می باشد. زیرا مادران و بانوان عزیز در عملی گردانیدن هدف های سازنده بنیادکارانی کشور سهم ارزنده گذاشتند. سنه 7 مارس سال روان در قصر فرهنگ گلستان ناحیه جابر رسولف چوربینی ایدانه بخشیده به روز مادر برگزار گردید. در چوربینی نمایندگان حکومت ناحیه و ولایت، زنان و بانوان فعال ناحیه اشتراک کردند. در اول رئیس ناحیه جابر رسولف یولداشزاده اولمبک حاضرین و تمام مادران و بانوان ناحیه را با عید روز مادر تبریک نمود. همه شما حاضران گرامی، کل مادران و زنان و دختران عزتمند ناحیه را به مناسبت روز مادر و ایام استقبال نوروز بین المللی صمیمانه تبریک گفته، به هر یکی شما پیش از همه سلامتی و خاطر جمعی، خوشبختی، روزگار پرسعادت، خاندان آباد و آسوده و تمام خوشی های زندگی را آرزو می نمایم. بهار فصل شکوفایی و دوستداری و احیای دوباره طبیعت انسان بوده. تجربه روز مادر در فاصل این فصل گلریز را دوچند میگرداند، زیرا مادر رمز جاویدانی مهر و وفا و ادامه بخش نسل انسان بوده. نخستین شخص است که با شیر پاک و با مهربانی به خود خاص در قلب نسل خصلت‌های نیک انسانی را پرورش داده و شاهراه زندگی راهنمایی می‌سازد. ما همه در دامان پاک این چشمه مهربانی و صفا کمال یافته‌ایم و می‌سازد که در نزد مقام مرتبه و نقش بی‌نظیری او در زندگی سری تنظیم فرود آوریم. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌هایشان وابسته به مقام و منزلت و شناخت قدر مادر برحق گفتند. پیغمبر اسلام بهشت را زیر قدم مادران گذاشته، مهر سرشار و محبت گرم مادر را با فیض و رحمت خداوند برابر دانسته است. از این لحاظ ما وجودی مقدس مادر را از اولین لحظه‌های حیات تا دم واپسی فراموش نمی‌کنیم و او هنگام شادی و نشاط و غم و اندوه زندگی همیشه همراه ماست. تربیت ابتدایی که مرحله از همه مهم امور انسانی میباشد، محض به زحمت مادر و محبت او وابسته است. افتخار از آن داریم که مادران تاجیک رسالت خویش را همچون تربیتگری فرزندان ناپیده و صاحب معرفت، ارزنده و شایسته ملت، وطن‌دوست و میهن‌پرست، خودشناس و خودآگاه و سازنده و نیک‌رفتار چون همیشه امروز هم ادامه می‌بخشد. چون ما پرورده مادر بزرگان ملت هستیم که ابو عبدالله رودکی و اسماعیل سامانی، مولوی و کمال خجندی، بوعلی سینا و عبدالرحمن جامع، صدرالدین عیلی و میرزا تورسونزاده و بابا جان غفوروف و پیشوای معظم ملت تاجیک امام علی رحمان را به ما تقدیم کردند که بزرگی و عظمت ملت تاجیک را به چشم اهل بشر باز نمودند. مادران قوت دل و جانم که در هر تپش دل به ما عقل و ذکاوت، مهر و محبت، اعجاز و حکمت و خیرت و سرحد میبخشد. از این رو ما همیشه روز مادر را با دل و احساس گرم استقبال میگیریم. باعث تأکید است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنوز از آغاز استقلال دولتی وابسته به تحکیم مقام و منزلت و تأمین رعایت حقوقی کنستانی زنان تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده، جهتی طبق معیارهای جامعه دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی عملی گردیدن آن پیوسته تلاش می‌ورزد. در دوران استقلال دولتی کشور با مقصد بلند برداشتن مقام زن در جامعه، تأمین نمودن برابر حقوقی مردان و زنان، تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده
از جمله زنان و دختران لیاقتمند یک سلسله سنت‌های ضروری قبول گردند که مقصد از آن ارج‌گذاری به حقوق و آزادی‌های زنان، بلند برداشتن مقام زن در جامعه، توسعه نقش زن مادر در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت، فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت گسترده زنان و بانوان باشد. در پیام خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان نیز به موقع و جایگاه زنان توجه خاصی ظاهر کردند. سرور دولت چون همیشه زنان را نیروی سازنده جامعه دانسته، با اشاره به نقش فعال آنها در جامعه امروزه اعتماد و باوری خود را نسبت به آنها بیان داشتند. با قناعتمندی اظهار می‌دارم که زنان و بانوان مملکت در تطبیق سیاست دولت برابر مردم کار و فعالیت نموده، در رشد جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد و دنیوی سهم ارزنده گذاشته ایستادند. نتیجه همین سیاسی خردمندان پیشوای معظم ملت است که سالهای آخر تعداد زنان و متخصص و صاحب تجربه در زینه‌های مختلفی حاکمیت، مقام عالی قانونگذار، حاکمیت سودی و اجرایی و تمام ساختار و مقامات دولتی و جمعیتی تعارف افزوده، زنان در رشد و انکشاف و پیشرفت سمت گوناگون حیات جامعه سهم واقعی خود را گذاشته ایستادند. ما افتخار از آن میکنیم که مادران تاجیک رسالت مقدس خویش را همچون تربیتگری فرزندان نابغه و صاحب معرفت، ارزنده و شایسته ملت، وطن‌دوست و میهن‌پرست، خودشناس و خودآگاه و سازنده و نیک‌رفتار چون همیشه امروز نیز ادامه می‌بخشند. و در این زمان پر از تحولات و ناآرامی‌ها برای همچون فرزندان صادق وطن به وای رسیدن آنها نقش بارز می‌گذارند. در این باره پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان با باوری و اعتماد به مادران و بانوان خیلی به مورد تاکید کردند. باور دارم که مادران و بانوان خردمند ما با قلب حساس خود نبض جامعه امروز را خوب درک می‌نمایند و با استفاده از رسالت پرمسئول خویش برای تحکیم صلح و ثبات، تربیه فرزندی خودآگاه و خویشتن‌شناس و وطن دوست و وطن پرست سهم ارزنده می‌گذارند. حاضرین گرامی، در لایه جعبار رسولوف چون سراسر جمهوری تاجیکستان زنان و بانوان خردمند برابر ادا نمودن رسالت مادری خود یعنی تربیه نسلی آینده ساز بهر پیشرفت و آبادی دیار محبوبمان همچون سیاستمدار و عالم، راهبر و ایجادکار، آموزگار و طبیب، هنرمند و ورزشگر، کارشناس و صاحبکار موفق فعالیتی با ثمر دارند. امروز میتوان امان و اوغلای، علی و مهرام، بابا جان و محبت، عبدالسمین و محبوبه، واحد و رهوبر و ده ها نفر دیگر را به زمان آورد که با خدمت‌های شایسته و نفع خلق و وطن گل سری ثبت جامعه محسوب می شود. شایسته تأکید است که در نوعی جبار رسول بیشتر از 74,214 نفر زنان و دختران اون بسر می برند و از آنها 265 نفر در وظیفه های راهبری کننده و 3 نفرشان در مقامات دولتی فعالیت می برند. اول حساب زنان ناحیه 1 نفر معاون رئیسی ناحیه، 2 نفر معاونان رئیسی جماعت ها بوده، 2 نفر وکیل مجلسی وکیلان خلقی ولایت صبح، 12 نفر وکیل مجلسی وکیلان خلقی نای جبار صبح و 46 نفر وکیل جماعت ها انتخاب گردند که در قیاس به سالهای قبلی خیلی زیاد می باشد. باعث افتخار است که در ناحیه 3 نفر زن صاحب قهرمان مادر، 21 نفر دارنده اردن و مدال ها، 3 نفر برنده عنوان جایزه های دولتی، 4 نفر دارنده مدال شایسته، 32 نفر ورزشکار نامی هستند که از اشتراک فعال زنان و دختران در حیات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منطقه شهادت می دهند. حاضرین عزتمند، خواهران و مادران عزیز، ذکر کردن می خواهم که سال 2023 زنان فعال در سایر معارف چون همیشه که به یک قطار کامیابی های نظر است نایی شدند. گفتن جایز است که بیشتر 79% از 1% کارمندان معارف نایی
از حساب زنان بوده. آنها برابری وسعت کارهای تعلیم و تربیه در کارهای جمعیتی اشتراکی فعالانه دارند و در اکثر موارد پیشاهنگ ساحه محسوب می شوند. اشتراک فعالانه را مازیگران در آزمونهای جمهوری و بین المللی به حکم عمله درآمده است. بخصوص فعالیت معلمه های صاحب ملکه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و لیسه گیمنازیای ناحیه نظررس بوده، شرکت آنها در آزمونهای جمهوری با ثمر انجام می‌یابد. معلمی فن زبان ادبیات تاجیک عظیم و پرمینه در آزمون جمهوری معلمی سال تاجیکستان 2023 اشتراک کرد و غالب آمد. وی در آزمون اقدام نمایان را گرفت و به نشان سرسیندگی اولاچی موارد و علم جمهوری تاجیکستان سزاوار گردید که افتخار ما ساکنان ناحیه می باشد. پیشوای معظم ملل سالهای اخیر به تأسیس دادن کودکستان و باغچه های بچگانه، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه در مؤسسه تا مکتبی اعتباری مخصوص داده ایستادند. همه سال برگزار شدن آزمون جمهوری بین مربیان کودکستان ها نتیجه های خوب داده ایستاده است. باعث افتخار و شادمانی است که مربی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی احمد خلو و نصیبه در آزمون مربی سال تاجیکستان شرکت نموده جای نمایان را اشغال نمود. ما با چنین کادرهای بلند اختصاص سایه معارف افتخار میکنیم. باعث تاکید است که مست با توجه به واسطه پیشوای معظم ملل دکترم معمولی رحمان با مقصد تربیه کادرها از حساب دختران محلی در همه مؤسسه‌های عالی مملکت کوات پرزیدنتی تحصیل یافته، به شرافت این اقدام صدها نفر دختران صاحب معلومات میانه مخصوص و عالی کسبی گشته در ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی کار کرده ایستادند. اول از 1215 نفر ساکن ناحیه دخترانی که در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی کشور تحصیل می‌نمایند، بیش از 8 نفرشان طبق کوت پرزیدنتی و مکتب‌های عالی داخل شدند و با بهای خوب و اعلی تحصیل کرده ایستادند. 32 نفر دیگر باشد گیرنده استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و 20 نفر گیرندگان استیپندی رئیس ولایت و ناحیه میباشند. این نقطه‌ها بیانگری آن هستند که امروز دختران و بانوان کشور برابر مردم ناموس وطنداری را بر دوش گرفته در ساحه‌های مختلف حیات جامعه و دولت با غیرت دوچند کار کرده، با تشبث‌های سازنده‌شان تاجیکستان محبوبمان را باز هم آباد و زیبا گردانده شدند. مقامات اجرای حکم دولتی نوی جبو رسول با دستگیری به واسطه رئیس ولایت محترم رجبای احمدزاده بهر تأمین اجرای دستور سفارشهای پیشوای معظم ملل جهت بهداشت هم خدمت‌رسانی طبی به مادران و کودکان چاره‌های مشخص اندیشته، از جمله جوابگوی ساختن مؤسسه‌های یاری به تولد و تبابت کودکان به معیارهای معاصر بین‌المللی، تأمین آنها با نقلیات و تجهیزات نو طبی، وارد نمودن اصولهای خدمت‌رسانی تشخیصی و تبابتی راه اندازی می‌نمایند. علاوه بر این طبق سفارش‌های راهبر دولت بهر دسترسی مادران به کمک‌های تخصصی و کم کردن تولد در خانه تعیین مدت 5 کتی تولد در دهات گذاشته، در نظر است که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 60 کتی تولد در بیمارخانه‌های مرکزی و دهات آماده کرده می‌شود. به عنوان عزیز و ارجمند خیلی کردن به مورد است که با اقدام و دستگیری های به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد احیای هنرهای ملی نیاگان و با جای کار تامین نمودن زنان و دختران دستگیری هنرهای دستی و مهنت خانگی در سراسر ناحیه مرکزهای تعلیمی استحصالی تشکیل کرده شده است. امروز شماره آنها از 8 عدد بیشتر است. اینچنین در مرکز تعلیمی استحصالی اطلس و ادرسکوفی 20 دستگاه اطلس و ادرسکوفی نصب گردیده، بیشتر از 220 نفر هنرمند باشو فرا گرفته، 432 شاگرد به هنر آموزی جلب کرده شد که آن در عملشوی هدف 4 ملی صنعت کنونی با صورت کشور مساعدت خواهد نمود. امروز با افتخارمندی نام و نسب هنرمندان چیره‌دست ناحیه جبو رسولوف، جمعه و سباحت، رحیم و دلبر،
امام و هدایت پاچا، حامید و عوض بکا، استاپیر و لیاقت پاچا، کبیر و ریحان گلگارا به زبان می آورم که در ساختن ارمغان ملی برای سیاهان خوراک دوزی، سوزن دوزی، زر دوزی، نمد بافی و اطلس و ادرس بافی معروفیت دارم و هنر نیاگان را احیا کرده سراسر جهان معرفی کرده سازم. بانوان گرامی قدر، مادران عزیز، تطبیق سیاستی دولت در سمت تنظیم و رسم آیین‌های مردمی و تربیت فرزندانی که به دولت و ملت صادقند، امروز نیز یکی از وظیفه‌های اساسی زنان به حساب می‌رود. پیشوای ملت محترم جمهوری رحمان در پیامشان جهت عملی گرداندن خانه جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عمله و جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت قدر مادر در تربیت فرزند موقع زنان را علایده ذکر کردند. در حقیقت زنان و مادران تاجیک از ازل خوشروزگار و سرشتکار مسئولیت دیو و نصیحتگوی بودند و ما با همین نیرو و صداقت بزرگی زنان اعتماد داریم. با آنها تکیه میکنیم که برای کمخرج و خاطرمان گذراندن توی معرکه ها و تربیت همه جهتی فرزندان بیش از پیش سخت میگذارند. سعادتمندی و سربلندی زنان و مادران تاجیک و اهل خاندان آنها در مجموع عامل مهم پیشرفت و آبادی وطن محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. باوری کامل دارم که زنان و بانوان صاحبکار و محنتخرین ناحیه با سعی و تلاش کامل خویش در سمت بهداشت سطح زندگی جامعه تطبیق عملی اعلان گردن سال 2024 سال معرفت حقوقی و به این وسیله بلند برداشتن دانش حقوقی مردم تاجیک، همچنین تأمین نمودن زنان و دختران با جایهای کاری، تحکیم ارزش‌های والای وحدت و همگرایی، دوستی و رفاقت، وطن پرستی و در مجموع سزاوار پیشواز گرفتن جشن همایون ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم شایسته می‌گذارد. مادر آفرنده نسل‌ها و سازنده اصل‌هاست. اگر زمین به مادر حیات بخشیده باشد، مادر به حیات بقا بخشیده است. مهر مادر از خورشید پرسوزتر و آغوش گرمش بهشت بنی بشر است. حق به جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که گفتند مادر گهواره و عالم را با هم می‌پیوندد. رسالتی پرزحمتی پرورشی نسل‌ها را به دوش کشیده با سیرشت و زمین پاکش برای هستی فرزند، آبادی خاندان و آسایش جامعه تلاش می‌نماید. شاعر زندگیان تاجیک استاد لایق شیرعلی در این مورد درست تاکید نمودند: در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است. کار دنیا همه در پیروی کار زن است. نیز جز باری خاص آن بار که مردم بکشند، غم دنیا اینه و کهنه همه باری زن است. با همین نیتهای نیک باری دیگر اشتراکداران مجلس تنتنوی و در سیمای شما کل زنان و دختران و بانوان ناهی جبار صوف را به استقبال روز مادر صمیمانه تبریک و تهنیت گفته برایتان سلامتی همیشگی، خاطر جمع و آسوده، عمر دراز و سعادت روزگار، خانه آباد و در تعلیم و تربیت فرزندان صالح و خداگاه و خودکشا کامیابی های بی‌نظیر آرزو می‌نمایم. ایدی زنان روز مادر همایون باد. مادران و خواهران عزیز، سپس نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد نکغزاده حاکم کرامی دین تبریکات رئیس ولایت سغد محترم رجبای احمدزاده را قرائت نمود. در دوام چاره‌بینی به سابقه داران ساحه، مادران و بانوان فعال تحفه های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار رسولوف سپرده شد.
Судова насиба атомовојама, собикадори соји хизмати давлати. Омозгори кафедри гуманитари ва џомиашноси, муасисаи давлати карими, донишгоҳи давлати Хуҷанд, ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар новия. Азимова Парвина Маруфовна, омозгори гимназияи рақами як. Насиба Ергашовна, мурафиеи Туркменистони раками 6. Сайфудинова Мишгона Мисралиева, мурафиеи Туркменистони раками 1. چوربینی ایدانه با نموش فرهنگی ادامه یافت. سندکارانی بخش فرهنگی نوهی جبارسولف، روزبیک قدیرف، جهانگیر خلماتف، زرینه تردبایی و شهرتبیک نبیف، فتحیدین یوسفی، گروهی رقصی تمنا، سرود، نموش نومه و رقصی خود را پیشکش کردن. برامدی حافظ خلقی تاجیکستان، سندکار مشهور و معروف استاد جوربیک نبیف را با کفکوبی ها پیشواز گرفتند. زمین آسمان من در این چوربینی فرهنگی سنتکاران شناخته دانشمند قطبی‌دینف، غلامجان میردادایف و گروه حجوی خندین کمان با سرودهای دلنشین و برآمد شوق‌آور سهم ارزنده گذاشتند. بهار ایدی بهار مبارک باشد شما و همه زنها شما خودتان بهار ده همتون من هم خانه ده زنم ایمال سیفکینی راحتی یا مثال جم خدا اگر خواهد حوزی میدرم باید تبریک میکنم من خودم تاکر سمر که تمر که تاکر پاکر همشه نیکنم من کنم ده همه خیلی سیفکینی محنت کرده محنت کرده شما چطور کشنی؟ همسای نظمه؟ سلامت باشه قدر که آیم ریختون ده باشه خب
السلام علیکم، خوش آمدید عزیزم، مرحمت از بالا گذرید. من قفلتی شده دیگه خانه بدارم نمیدونم. نه نه، به خانه خود آمدید عزیزم. یا پیرت بگردید صاحبی سرم، کلفی درم، آفتم و محتابم. سرد با دوستم کشی گام بدارم، سردی؟ عزیزم نگوه، وقتی که شما از در می براید خانه ما نور دیگر می گیرد، آفتاب بر این یک به خاندان گرمی می بخشه. 38 سال بازی خواهی بپشون دگی میریم آفتاب بر این عزیزم. همچه سرنگی؟ شما قیم آشتان را می گیرید و همه را دست هم دیگر را گرفته بلا بی بحری سیاه رو میم. در آنجا من به شما تکیل تیار میکنم، همراه تکیل میمیشه تکیل. سری زمین برخشن نکن، نیستیشو کشتن نکن، کدام تکیل میکنه؟ عزیزم، شیرینم، ایمان من به شما از همه خوراکی دوستانشتر در آنجا تیار کردم. من دادام گفتگی بود که داداش اینم ازش یه دخترش رو میگذرم. سوشی میخوریم، سوشی، سوشی. خدا جان، در نکای دامدگیت به شفا ده. نخواد آخری عمران ده همه خیلی که مانم من. شما عربی هرمی بیا بگوی مرده که آن نمی. همه دروش شدی کن. بزنی. یا برم مهربانی کنم، علی بری ایدم بگو بیا خلای شیری کنم. یا شما مهربانی کنم، زارا شما یا من مهربان شدی کن کردنم. گفتم می، داداش دینی بود. نه. همه می کن کن. دروش شد. زنی خدا هم تو بگیره 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 من گپای نزم نمیزیه بعد من میخی گپا عزیزم نگوه من دیگه خونه بدارم دارم دوستم دیم و خورو که مانده که بیار گرم کنم آدر آیی خلدی میگو کشایی سی رایده تکبی تایار کنم مانده که بیستاد است باش دارم گرم کنم خودی. اساسگزاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام سالانه قید نمودند که نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی در نهاد فرزندان، تربیت نمودن حس وطن دوستی، انسان دوستی، اینچنین پیشگیری کردن عوامل‌های نامطلوب اجتماعی مؤثر است.